بعضی وقتا هم خیلی دلم واسهت میسوزه. به نظرم تو خیلی مظلومی. میدونی چیه؟ در اصل تو ترسویی. تو نه اون موقع چیزی گفتی، نه حتی الان چیزی میگی. اونم خیلی نادونه، غیب شده و هیچ ردی هم نذاشتی. آخه اون کجاست؟ البته اگه جایگم رفته خوب کردی. اگه اینجا میموند هر چیزی که میدید فقط و فقط یاد تو میافتاد. کاش که منم از اینجا برم یه جای دور. فرار از حقیقت یه جور بزدلیه سویا. تو با مامانت حرف بزن، ازش بپرس چرا همچین ظلمی رو در حقت کردی، واسه چی تو رو فرستاده تو همچین جهنمی. ازش بپرس. اصلا مگه استخاره عدنان خوب نیمده بود ها؟ پس چرا الان رفتارش اینجوریه؟ آروم حرف بزن، ممکنه بشنون. آدمی که اینقدر عاشقانه دوست داشت و گذاشتی کنار. آروم بگو سویا. من به این چی بگم ها؟ طمع؟ یا شاید خودخواهی؟ برو از مامانت بپرس. باشه لطفا آروم بگو، ممکنه کسی بشنوه. خیلی خوب، من رفتم، بازم میام میبینمت. مراقب خودت باش، سعی کن چیزی به خاله نگی. باشه؟ به کی چی نگه؟ به منم بگو. هیچی خاله جون. تو چت شده؟ گریه کردی؟ نه اصلا. از چرا ناراحتی؟ دوستت داره میره؟ نه چیزی نیست. تو هم بهش بگو دیگه متأهل شده، ازدواج کرده، یکم لباسای قشنگ بپوشه. همیشه همینطوری ساده است، دور خودش یه شال پیچیده. این باید با عدنان بشینه و پاشه، باید به سلیقه اون باشه. سلام. سلام. سلام خانم. آرشین، بهترین دوست زویا. از دیدنت خوشحالم آرشین. منم همینطور. بابا زویا دوستت خیلی خوشگله. همسر شما خیلی خوشگل تره، اگه شما از این منظر ببینیدش. حرفاتون هم خیلی قشنگه. دست. آه آه عدنان، پسرم به نظرم زویا رو امروز ببر پیش مامان و باباش. مامان باید برم پیش دوستم. هر روز که پیش دوستاتی، حرفمو گوش کن، برو پدرسن و مادرسنتو ببین. مامان اونا رو که دیدم. منظور چیه؟ بچه نشو. اون روزم ناراحت شده بودن که نرفته بودی پیششون. برو دخترم، برو حاضر شو، عدنان میبرتت پیش مامان و بابات. برو. که تو مهی آل هو گئے